سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیر بنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در آغاز نگاهی داریم با آخرین گزارشات اقتصادی افغانستان و جهان. چهار برنامه همبستگی ملی در هلمند متوقف شده است. رئیس احیا و انکشاف دهات هلمند میگوید پروگرام همبستگی ملی در مناطق امن این ولایت ادامه دارد. اما چهار برنامه زیر چتر همبستگی ملی به دلیل نبود بودجه متوقف شده است. وی همچنان می‌افزاید روند کاری آنان در ولسوالی‌های شمالی به دلیل ناامنی متوقف شده است. در سویدن بسیاری از شرکت‌ها برای بالا بردن کارایی کارمندان و بهره‌وری بیشتر طرح کاهش ساعات کاری به 6 ساعت در روز را اجرا کرده اند. با اجرای این طرح حقوق و دستمزد کارمندان کاهش پیدا نمی کند و 30 ساعت کار در هفته به جای 40 ساعت زمینه را برای اشتغالزایی بیشتر مهیا خواهد کرد. حمله طالبان مسلح بر ولایت کندوز نه تنها تلفات جانی در پی داشته، بلکه برای باشندگان این ولایت تلفات مالی را نیز وارد نموده است که تنها میلیون ها افغانی بر ریاست برشنا وارد شده است و در حال حاضر باشندگان کندوز در تاریکی بسر میبرند. و برای بحث بیشتر هاشم رسولی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع با ما هستند. با آقای رسولی خیلی هم خوش آمدید. آقای رسولی، حمله طالبان مسلح در کندوز در کنار تلفات البته مالی، تلفات جانی، تلفات مالی نیز به همراه داشته که در حال حاضر میشه بر ما بگوین که بیشترین تلفات مالی تا چه حد بوده و در کدام بخش ها بوده؟ بله، همینطور که شما در جریان هستین، نزدیک چند روز میشه که در قندوز جنگ جریان داره و طالبان وقتی که هجوم آوردن به شهر از نمیفهمم روزهای اولین درگیری، متاسفانه سکتور خصوصی با یک وضعیت غیر مترقبه روبرو شدن. دکاندارای در قندوز بودن انتظاری داشتن که شهر به آسانی سقوط نمیکنه، پیش بینی را نمیکردن که همچین وضعیتی پیش بیاد و به اون خاطر فرصت کافی هم نداشتن که اموال خود و یا دارایی‌های خود به یک جای مسئول انتقال بدن. و از طرف دیگر اکثر ورودی‌های قندوز هم توسط مخالفین مسدود شده بود و درگیری جریان داشت. این عوامل باعث شد که متاسفانه بسیار از اموال و دارایی‌های مردم توسط طالبان به غارت برده شد و یا کسانی که در اونجا بودن به هر حال از این فرصت استفاده میکردن. ما گزارش هایی رو داریم که البته به خاطری که وضعیت هنوز هم بحرانی جنگی است، هنوز آمار دقیقی از وضعیت ما نتونستیم جمع‌آوری بکنیم، به خاطری که کارمندان ما در دفتر اتاق تجارت قندوز اونا هم محل ترک کردن و به یک جای امن رفتن، همه در فکر حفظ جان خود و جان اعضای فامیل خود هستن. و آنچه که گزارش های به حال زد و نقیزی که وجود داره، بسیار از اموال دکاندارا در چوک قندوز چی شده، یعنی به غارت برده شده. به طور مثال مارکت میوان سیتی سنتر، اونها اموال به غارت برده شده، فرش ها، طلا، زیورالات و بسیار اموال دارایی مردم. گزارش هایی داریم که بسیار موتورهای مردم دزدی شده که موتورهای کرولا و موتورهای سراچه هست. طبیعتا این موتورها مربوط هیچ نهاد دولتی و یا خصوصی نمیشه، این مربوط مردم است، مربوط دکاندارا است. متاسفانه اینها کلا به یغما برده شده. گزارش هایی داریم که بعضی از بانک ها دستبرد زده شده. نام بانک گرفته نمیتونم، اجازه نداریم، ولی تقریبا از یک از شعبات بانک ها گزارش هایی رو ما داریم در حدود 5 لک دلار او سرقت شده. همچنان مسائل دیگری متاسفانه ما داریم که سکتور خصوصی افغانستان واقعا مخصوصا در شهر قندوز واقعا ضربه شدید دیدن که امیدوار هستیم که جنگ به زودی ختم شود و ما بتونیم که یک ارزیابی دقیق از میزان خسارت داشته باشیم. آقای رسولی، خساراتی که در ریاست برشنا وارد شده که قسم قبلا هم یادآور شدیم، تا حال دولت چه اقدامات در این رابطه کرده؟ خب همینطور شما خبر دارین برق قندوز قطع است، فعلا واقعا مشخص نیست. بعضی صحبت ها میگن که برق از تاجیکستان قطع شده، بعضی ها میگن نه، توسط حکومت قطع شده، بعضی ها میگن توسط طالبان قطع شده. هنوز واقعا ما هم دقیق خبر نداریم که از کجا به این گونه وضعیت دچار شده، ولی خب طبیعتا خسارات بسیار زیادی وارد میشه به تمام بخش ها. خب آنچه که خیلی مهمی است که باعث نگرانی است که این جنگ متاسفانه دوامش بسیار زیاد شد.
یعنی بیشتر از انتظاری که ما داشتیم انتظار داشتیم که نیروهای امنیتی حداقل در یک روز با یک حمله برق‌آسا و به یک حمله قدرتمند و با این تشکیل که در اردو وجود داره و در نیروهای امنیتی ما امیدوار هستیم که یعنی امیدواری داشتیم که به زودی حل شه ولی متاسفانه تقریبا دو سه روز طول کشیده و این بسیار جای نگرانی است امروز ما دیگر جدا از اینکه در داخل شهر قندوز شاهد خسارات بسیار زیادی به سکتور خصوصی هستیم بندر شیرخان بندر یک از بنادر بسیار مهم ما و شما است امروز تقریبا برای شما گفتم میتونم که مسدود شده به خاطر که نه اموال میتونن صادر نه اموال وارد بکنن یک منطقه ای است که امنیت بسیار از موتورهای تاجران ما در او طرف شیرخان بندر متوقف شده است اگر یک کالایی باشه که تاریخ مصرف داشته باشه طبیعتاً یک ممکن است که آسیب ببینه وقتش میگذره و یا اگر مارکتی خریداری وجود داشته باشه که مثلا اونا انتظار دارن که در سر وقت او اموال به دستشون برسه ممکن است این به هر حال نرسه و یک تاوانی بزنه به هر حال تاثیرات بسیار ناگواری بر وضعیت اقتصادی قندوز داره آقای رسولی حکومت چرا توجه نمیکنه به خاطر که چند روز میشه که این نبرد ادامه داره و مردم قندوز و مردم کابل خیلی نگران هستن از این وضعیت خب ما در مجموع در یک شرایط عادی نیستیم کشور ما در یک شرایطی هستیم که واقعا شرایط جنگی است و یک هر لحظه امکان داره در هر ولایت افغانستان یک حالت غیر مترقبه به وجود بیاد ولی آقای رسولی این وضعیت غیر قابل باور است در ولایت قندوز نه من میگم در بعضی ولایت ما همین حالت وضعیت ممکنه پیش بیه ولی آنچه که خیلی مهمی است که متاسفانه حکومت تدابیری پیشگیرانه را روی دست نگرفت حداقل در این 13-14 سال ما یک برنامه یک پلان منظم یا طرف نیروهای امنیتی یا طرف حکومت بساده کل ندیدیم که حداقل مردم آموزش بدن اگر با همچین شرایطی مواجه میشن چی باید بکنن فرض مثال من یک رئیس اتحادیه بانک‌های خصوصی یک سوال جالبی را گفت وقتی که این حمله صورت میگیره اینا از بانک مرکزی تقاضا میکنن که شما به ما کمک کنی وظیفه بانک مرکزی است که پول را انتقال بدن باز کارمندان بانک مرکزی در قندوز اونها میگن که ما برای انتقال پول خود مشکل داریم چه برسه که به شما کمک کنیم شما خودتان پول بتونیم به میدان هوایی قندوز بیارین این قابل قبول نیست که یعنی شما خود نمیتونین اداره کنین با چطور میتونین حداقل ششف شعبه بانک اونا را برای اونا کمک بکنین بنابراین حکومت از همین وضعیت باید یک درس بگیره باید در سایر ولایت هم یک برنامه منظمی را داشته به هر حال بخوای نخوای ما در یک وضعیت جنگی قرار داریم هر لحظه هر واقعه ممکنه در هر ولایت اتفاق بیفته بنابراین برنامه باید داشته باشن که بانک ها چی کنن در این شرایط چه سیستم هایی را داشته باشن مردم باید چگونه بکنن سیستم های امنیتی چگونه باشه این مسائل باید بله پلن های پیش از پیش داشته باشن که به این حالت به یک حالت غیر مترقبه روبرو نشون آقای رسولی تلفاتی که بر مردم وارد شده جوابگو کیها هستند تلفاتی که بر مردم وارد شده در درجه اول جوابگو نیروهای مخالف دولت هستند شورشیان هستند طالبان هستند دیگر کی میتونه باشه بله. مردم در خانه های خود در میخواین با یک آرامش زندگی کنند نیروهای امنیتی از همی وطن هستند افغان هستند مسلمان هستند ولی ایده‌ای که متخاصم ایده‌ای که فقط در فکر جنگ هستند فقط در فکر خرابی مملکت هستند هر لحظه میخواین یک منطقه را با خطر مواجه بکنن آقای رسولی به نظر شما خساراتی که برای مردم رسیده یه طرف طالبان مسلح بوده و یا از طرف کسانی که میخواستن سوء استفاده کنند از اینا ما مسئولیت تمام وضعیت طالبان رو میدانیم بله. نه کسی دیگر به هر حال هر وقتی که اونها به یک منطقه حمله میکنن باید مسئولیت تمام باید بپذیرن اگر ادعا میکنن که ما حکومت شریعت ایجاد میکنیم و یا هر مسائل دیگر طور خصوصی تاجران اینها باید به هر حال جزء مردم در تمام شهروندان قندوز باید امنیتشان گرفته شود جان اینا مسئول باشه اگر اینا ادعای دارن وگرنه اگر قرار برای چور چپاول باشه اما اعتبارشان زیر سوال است و زیر سوال هم بوده تا حالا به این قتلایی که انتحاریایی که انجام میتن هیچ کس به اینا باورمند نیستن و قندوز شما دیدید که اینها به یقین ثابت کردن که اینها به هیچ اصولی پایبند نیستن نه به شریعت پایبند هستن نه به حقوق انسان ها پایبند هستن نه به حقوق سکتور خصوصی پایبند به هیچ چیز پایبند نیستن شما گزارش هایی را که دیدین
از غارت اموال گرفته، غارت موترهای مردم گرفته، سرقت طلا فروشی ها گرفته، حتی تجاوز بر زنان هم گزارش های داریم. اینها تماما واقعا وحشتناک است و نشان میده که طالبان به هیچ اصولی پایبند نیستند. آقای رسولی، از طرف وزارت تجارت چقدر کمک ها صورت گرفته به ولایت کندوز، به خاطر که فعلا مردم کندوز از خانه هایشان بیرون شده نمیتونن و یک نان به 50 افغانی رسیده و آب آشامیدنی هم وجود ندارد؟ ما دقیق خبر ندارم که وزارت تجارت در قسمت چه کارهایی انجام داده، ولی اتاق تجارت رسانه افغانستان فردا یک کنفرانس مطبوعاتی را دایر میکنه و از همین طریق اعلام میکنه که تقریبا در حدود 40 تاجر ملی کشور که چی در داخل کشور چی در کشورهای خارجی حضور دارن، اونها و وعده سپردن و اونها بسیار مصمم هستن که بتونن کمک های مواد غذایی و کمک های عاجل به ولایت قندوز برسانن. ما به صورت انفرادی هم کمک هایی را ارسال کردیم، ولی متاسفانه امروز یکی از امی موترهایی که یا فکر میکنم چندین موتری که عامل روغن و مواد غذایی بوده طرف بر حال در این جنگ مورد یعنی آتش گرفته و این حریق شده. متاسفانه ما انتظار داریم که به زودی جنگ حداقل تحت کنترل قرار بگیره، حداقل جنگ به خارج شهر انتقال داده شود که ما بتونیم کمک های خود به مردم برسانیم. بازم حکومت چه تلاش هایی در این رابطه باید داشته باشه؟ حکومت خب فعلا در حال جنگ است. آنچه که خیلی مهم است در زمینی که واقعا از حکومت افغانستان ما یک قدردانی می کنیم، از این خاطری که اصول جنگ اونها واقعا رعایت میکنن، نیروهای امنیتی ما و مخصوصا اردوی افغانستان که حفظ جان غیر نظامیان در درجه اول بر از اونها اولویت داره و بعد مسائل دیگر. اگر ما یک مقدار جنگ میبینیم طولانی شده و یا حرکت نیروهای ما یک کمی کند هست، به این معناست که اونا تلاش میکنن که جان غیر نظامی ها حفظ شود، که طالبا از امی وضعیت از سوء استفاده نکنن و انسانها را و شهروندان قندوز سپر انسانی قرار ندن. در این قسمت نیروهای امنیتی قابل قدر است فعالیتشان، ولی آنچه که مهم است مدیریت جنگ است. باید نیروهای امنیتی ما به حال اونها بهتر از ما تخصص دارن که جنگ به خارج شهر انتقال بدن، که حداقل نیرو سازمان های بین المللی، سازمان های خیریه، اتاق تجارتسان افغانستان بتونه کمک هایی رو به مردم برسونه. در حال حاضر شما خبر دارین که یک فکر میکنم چیزایی که ما اطلاع یافتیم که یک نان 50 افغانی شده، برق وجود نداره، در خانه ها مواد غذایی وجود نداره، دکان ها بسته شده، چور شده. این وضعیت واقعا یک وضعیت بسیار خطرناک است. ما باید به سرعت کمک های خود منسجم بسازیم و به سرعت به قندوز برسانیم، ولی در این شرایطی که جنگ جریان داره یعنی کمک رسانی هم با مشکل مواجه میشه. آقای رسولی، خساراتی که برای مردم قندوز رسیده، حکومت چه اقدامایی را به اصطلاح در نظر گرفته، چه اقدامات کرده و آیا واقعا تاوان اون خسارات را که برشان رسیده خواهند پرداخت؟ خب ما ای که حکومت چه کرده یا میکنه وظیفه حکومت است که در برنامه شما اشتراک بکنه و مردم با پاسخ بده، ولی آنچه که ما مسئولیت داریم و به عنوان شهروندان افغانستان و به عنوان یک کتله از افغانستان که سکتور خصوصی کشور است، وظیفه خود میدانیم که در شرایط بحرانی کشور مردم خود کمک بکنیم و اونها را آنچه که میتونیم دست توانیم از ما کمک بکنیم. من پیشتر یادآور شدم که تاجران ما از کشورهای از امارات متحده عرب پول فرستادن و مواد غذایی خریداری کردن و روغن و آرد و امروز فرستاده بودن به شهر قندوز، متاسفانه در مسیر درگیری جنگ اونا هم حریق شده و این وضعیت ما وقتی ارزیابی میکنیم میبینیم که تا زمانی که جنگ دوام داشته باشه امکان کمک رسانی بسیار ضعیف است. آقای رسولی، پامال همیشه مردم بیچاره و غریب بوده، ولی یک فرد باید جوابگو باشه، گو کی خواهد بود؟ ببینید، بر شما اینطور گفتم میتونم که جنگ در افغانستان جنگ افغان ها نیست. یک ما و شما باید به این باور برسیم. جنگ افغانستان یک جنگ منطقه است. ما میدان جنگ هستیم. شما ببینید چرا جنگ از جنوب افغانستان به شمال افغانستان انتقال داده شد. بحث اقتصادی است. به باور ما پروژه های بزرگ اقتصادی قرار است در شمال افغانستان ساخته شود، از رای آهن گرفته، از انکشاف استخراج میدان های نفتی گازی گرفته، از احیای جاده ابریشم گرفته، از احیای جاده لاجورد گرفته و بسیار مسائل دیگر است. وقتی که این وضعیت در این منطقه شمال افغانستان جنگ جریان داشته باشه، طبیعتاً این پروژه ها متوقف میشه.
و کشورهایی مثل پاکستان یا همچون دقیقاً بگم یک کشور مثل پاکستان او از این وضعیت منفعت میبره و بسیار از پروژه های منطقوی را به نفع خود استفاده میبره. شما دیدین که با چین 46 میلیارد دلار از بخاطر همو کریدوری که به بندر گوادر پاکستان میرسه بر اون کمک کرده. اگر شمال افغانستان امنیت داشته باشه، چین از طریق افغانستان میتونه با یک هزینه شاید 10 میلیون یا 20 میلیون دلار به هدف خود برسه، ولی شمال ناامن است به خاطر اینکه پاکستان میتونه 46 میلیارد دلار از چین به دست بیاره. خیلی ممنون هاشم رسولی، سخنگوی اتاق تجارت، از اینکه با ما بودین. و حال توجه کنید به نرخ بعض ارزهای خارجی در مقابل پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 64 افغانی و 20 پول، یک یورو 71 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 60 پول، یک درهم امارات 17 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 50 پول، 1000 کلدار پاکستانی 616 افغانی و 1000 کلدار هندی 960. حال توجه کنید به نرخ طلا در بازار امروز کابل. یک گرم طلای کویتی 2500 افغانی، یک گرم طلای سنگاپوری 2200 افغانی، یک گرم طلای بحرینی 2150 افغانی، یک گرم طلای عربی 2100 افغانی، یک گرم طلای ایرانی 1800 افغانی و یک گرم طلای روسی 1600. و حال نرخ مواد اولیه در بازار امروز کابل. یک کیلو شکر 40 افغانی، یک بوری آرد خارجی 1335 افغانی، یک بوری برنج خارجی 1950 افغانی، یک لیتر تیل 43 افغانی و یک کیلو گاز 45 افغانی. بیننده های عزیز، ای بود برنامه امروز. تا فردا، خدا نگهدار.